بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هشتم سلام وقتتان بخیر امیدوار که حال همه شما عزیزان خوب باشه و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود درس گذشته ایتان به خوبی خوانده باشید و با آمادگی کامل با ما همراه شده باشید تا در یک روز جدید در یک درس جدید چیزهای تازه ای را ما و شما با یکدیگه یاد بگیریم خب در ابتدا شاگردای خوب بریم و درس گذشته را یک ارزیابی داشته باشیم. خوب شاگردای خوب درس گذشته را که ایشالله خواندید پس بریم با یکدیگر به سوالات پاسخ بتیم سوال اول آرتروپودا همان فایلم جای خالی است ما و شما باید بدانیم که آرتروپودا نام علمی فایلم چی بود؟ آفرین فایلم مفصلیه بیشترین حیوانات روی زمین متعلق به فایلم جای خالی است خب ما و شما میدانیم که بیشترین حیوانات روی زمین متعلق به همین فایلم آرتروپودا یا حیوانات مفصلی است. سوال سوم ملخ، مگس و پروانه متعلق به صنف جای خالی از فایلم مفصلی است. خب یادتان میاد از جلسه گذشته گفتیم مفصلیه ها به چهار صنف تقسیم میشن سنف حشرات صنف قشریه ها سنف هزار پایان و سنف انکبوتیان خب ملخ و مگس و پروانه متعلق به سنف حشرات بود از فایلم مفصلیه خب سوال بعدی گروپ انکبوتیان شامل جای خالی و جای خالی است دو مثال برای گروپ انکبوتیان که از تصویر کتاب استفاده شده ده کتاب شما ده تصویر نوشته شده که کنه و کجدوم هر دو متعلق به گروه انکبوتیان است. سوال بعدی خرک و خرچنگ پهن نوعی جای خالی است. حالا در اینجا ما و شما باید سنف مفصلیه ها را یاد داشته باشیم. خرک و خرچنگ خرچنگ پهن از نوع سنف قشریه یا سخت پوستان بود. خب سوال بعدی استحاله را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید استحاله یا عمو تغییر شکل دادن میگیم بعضی از موجودات شکل آنها از زمانی که تخم هستند تا زمانی که یک موجود بالغ هسته تغییر میکنه اگر چهار مرحله استحاله را کامل داشته باشه یعنی تخم بتیته شفیره و دوره بلوغ کامل داشته باشه استحاله مکمل و اگر یک یا چند حلقه از این مراحل نداشته باشه مانند ملخ استحاله نامکمل داره خب شاگردای خوب در درس گذشته ما و شما مفصلیه ها را و چهار صنف مفصلیه را با یکدیگر دیگر یاد گرفتیم خواندیم و آشنا شدیم حالا امروز در ابتدا میریم ببینیم جاندارانی که متعلق به فایلم مفصلیه هست چه نقشی در یک اکوسیستم میتونه داشته باشه بعضی حیوانات مفصلیه غذای ماهی ها و پرندگان است یعنی این حیوانات به عنوان ماده غذایی توسط گروه دیگری از جانداران مورد استفاده قرار می گره. یک نکته ای را فراموش نکنین که بسیاری از حیوانات مفصلیه که متعلق به فایلم غیر فقاریه هست توس... بیشتر توسط فقاریه نظیر ماهی ها و پرندگان شکار میشه که یک تصویر را هم برای شما انتخاب کردم نقش دیگه ای که حیوانات مفصلیه میتونه در اکوسیستم ها داشته باشه ایه که بعضی از این حیوانات در گرد افشانی مؤثر هستند خب از بین چهار سنف مفصلیه ها یعنی حشرات انکبوتیان قشریه ها و هزارپایان حشرات هستند که در گردافشانی بیشتر نقش دارند زنبورها و شاپرک یا پروانه ها که شما در سنف هفتم هم پدیده گردافشانی را خواندید این موجودات با داشتن پاهای کرکدار یعنی پاهای از اینا مویک یا کرک یا پرز داره و زمانی که بر روی گلها قرار میگیره و از شهد گلها استفاده میکنه خب این حجرات جنسی به پاهای از اینا میچسبه و زمانی که بر روی یک گل دیگه میشینه سبب انتقال یا گردافشانی در بین نباتات میشه پس حیوانات مفصلیه در گردافشانی میتونه نقش بسیار مهم میره بازی کنه در یک اکوسیستم ما میتونیم نقش دیگری را هم در حیوانات مفصلیه ببینیم بعضی از این حیوانات مفصلیه آفت نباتات هد. آفت یا آفات در نباتات یعنی یک موجود یا یک شی یا یک عامل خارجی که سبب شوه اون نبات ما و شما آسیب ببینه و به این نبات ضرر برسانه مثلا ملخ‌ها از برگ نباتات به عنوان غذا استفاده میکنه و سبب آسیب رسیدن به نباتات میشه خب ما حیوانات مفصلی های زیادی رو داریم که در دا نباتات آسیب میرسانه و من جمله رایشترین و معروفترین اونا که در کتاب شما قید شده ملخ است. نقش مزرری برای نباتات داره خب یک نقش دیگری ای هم در حیوانات مفصلیه ما در اکوسیستم ها میبینیم که بعضی از این حیوانات ناقل بیماری هستند اما براستی کدام حیوانات مفصلیه باعث انتقال بیماری یا امراض میشه اگه به یاد داشته باشید ما یک نوع پشه داریم به نام پشه،, پشه آنافیل که این پشه آنافیل سبب انتقال پلازمودیم ها میشه که در ابتدای صنف هشت امسال او را خواندیم خب این پشه آنافیل جزء صنف حشرات از فایلم مفصلی ها بود که بیماری مالاریا را از یک فرد بیمار به یک فرد سالم انتقال میده ما بیماری های دیگه ی هم داریم که توسط پشه یا مگس از دام یا ایواناتی نظیر سگه ها هم ممکنه به انسان انتقال پیدا بکنه مانند سالک یا سالدانه که جراحات و زایات پوستی هستند خب خود مگس ها میتونه سبب آلودگی مواد غذایی ما و شما هم بشه به همین خاطر که توصیه میکنیم که هرگز ظروفی که حاوی مواد غذایی هسته را به صورت درباز در محیط رها نکنیم و حتما در به اونها را بپوشانیم و یا پنجره ها و کلکن خانه را توری بگیریم یا توری پارچه ای یا فلزی که از ورود ای حشرات به داخل خانه و منازل جلوگیری شود که خدای ناخواسته اینا میتونه سبب انتقال امراض و بیماری هم بشه خب ما حیوانات مزر دیگر هم داریم که مربوط به سنف انکبوتیان است که مانند انکبود و اغرب زهر اونا بسیار خطرناک است اغرب ها که دو چنگال داره و یک دوم کج داره به همین خاطر به او دوم هم گفته میشه دارای کیسه های زهری بسیار خطرناکی هست و انکبوت ها هم مانند روتیل ها انکبوت های کلان و بزرگ اونها دارای قدرت زهری هستند که زمانی که موجودات دیگر نیش میزنند زهر اینها به داخل بدن می و سبب ایجاد امراض و مشکلاتی را می شه. گاهی وقتا بعضی از افراد یک شک یا یک پاسخ عمومی را بدنشان به این زهر میده به نام های آنافیلاکسی که اگر به موقع مورد درمان واقع نشه خدای ناخواسته سبب مرگ ناگهانی هم میشه پس از رها کردن کودکان در محیط های باز ما و شما باید خودداری کنیم دقت زیادی دا داشته باشیم در دا منازل خودمان با فرارسیدن فصل های گرم سال حتما از سموم و حشره ها استفاده بکنیم اما توجه داشته باشیم باز هم که این مواد حشره کش و این مواد کیمیاوی را از دسترس اطفال دور نگه داریم. خب شاگردای خوب ما و شما میرسیم به آخرین فایلم از حیوانات غیر فقاریه. خب یک مروری کنیم تا به اینجی چند فایلم خواندیم از موجودات غیر فقاریه. خب اگر به یاد داشته باشید حیوانات غیر فقاریه یا متعلق به فایلم اسفنج ها بود که ما و شما اسفنج ها و مرجان ها را خواندیم یا متعلق به فایلم کیسه تنان بود که مثلا عروس دریایی یا جلیفیش ها را ما از گروه خواندیم ویژگی های بدن این ها را خواندیم و با اینا آشنا شدیم گروه بعدی کرمه های حلقوی بود و کرمه های مدور بود و کرمه های پهن بود خب با این سه گروه از کرمه ها آشنا شدیم شیستوزوما، کرمه های آسکاریس، کرمه های پهن و کرمه های متف... زیادی را که از این گروه سه در واقع فایلن ما و شما خواندیم و با اونا آشنا شدیم کرم های کدودانه گاو کرم های کدودانه خوک و سگ و کرم جگر گوسفند و امراضی را که این کرم ها منتقل میکرد خب بعد رسیدیم به فایلم نرمتنان یا فایلم مولسکا که از گروه نرمتنان ما و شما حلزون ها را به خاطر داریم خب بعد از فایلم نرمتنان رسیدیم به فایلم مفصلیه ها که در جلسه گذشته و امروز این فایلم گسترده و هم یاد گرفتیم و اما آخرین فایلم فایلم خارپوستان هست خب این فایلم خارپوستان را هم که ما و شما بخوانیم و یاد بگیریم حیوانات فقاریه را دیگه به اتمام میرسانیم. اما ببینیم که فایلم خارپوستان شامل چه موجوداتی میشه و نام همونطور که از نام اینها معلومه پس حتما اینها بر روی بدن خودشان دارای یک سری خار هست خب با نام علمی این فایل آشنا شویم مثال بخوانیم و تا بتونیم اینا را در طبیعت راحتی شناسایی کنیم خب شاگرده های خوب من فایلم خارپوستان نام علمیش هست ایکیونو درماتا ایکیونو درماتا همو فایله هست که به فارسی به نام خارپوستان ما و شما اونا رو میشناسیم خب این خارپوستان در دریا زندگی میکنن. پس آبزی هستن. در خشکی زندگی نمیکنن. روی بدنشان خارهای نکتیز دارن که حتما این خارهای نکتیز نقش دفاعی را داره در برابر حجوم دشمنانشان خب چون اینا حیوانات غیر فقاری هست پس اینا یک پوشش بیرونی باید داشته باشه که از اعضای داخلی محافظت کنه پوشش بیرونی اینها هم آهکی هست خب مثال دو مثال را ما برای فایلم اکینو درماتا داریم که میخوانیم در کتاب یکی ستاره بحری یا ستاره دریایی است و دیگری بادرنگ بحری هست که عکس و تصویر بادرنگ شما در این قسمت می‌بینید. خب ستاره بحری یا همون ستاره دریایی یک موجودات بسیار جالب و شگفتانگیزی هست که ما به یک در حد بسیار کمی به مهمترین مطالب مربوط به او اشاره می کنیم انشالله اگه شما دوست داشتید برین و کتاب بخوانید و با این موجودات بیشتر آشنا شوید و شگفتی های او را بشناسید خب این ستاره دریایی پنج بازو داره و گوشت خاره. اما فقط پنج بازو نداره این پنج بازوها فراوانترینشان هست حتی ما یک نوعی از اینا را داریم که دارای چهل بازو هست بازو یعنی همین پا... پاهای اینا میگیم که این ستاره های دریایی یا ستاره های بحری جانداران شوعای شکل هست. یعنی پاهای از اونا مانند های یک دایره هستند. خب گوشتخاره پس اینا میتونن موجودات دیگر شکار کنن. پس دهان از اینا کجا هست؟ که این موجودات میخوره اگر همین ستاره دریایی را ما و شما چپه کنیم یعنی برعکس کنیم میبینیم که یک سوراخی که به عنوان دهان اونها است دقیقا در زیر از این ستاره های دریایی قرار داره. پس زمانی که در ته دریاها حرکت میکنه به کمک از این بازوها موجودات کوچکه که شکار میکنه براحتی چون دهان اینها در قسمت زیرینش قرار داره میبلعه و او به عنوان ماده غذایی مصرف میکنه خب از نرم خارپوستان و حیوانات کوچک دریایی تقضیه میکنه جالب خود ستاره بحری از متعلق به فایلم خارپوستان هست اما از خارپوستان خورتر هم به عنوان غذا میخوره نرم هم میخوره و جانداران کوچک دریایی رو شکار میکنن حتی اینا ماهی ها رو هم شکار میکنن خب ماهی ها جزی حیوانات فقاری این ستاره های دریایی غیر فقاری اما اینها به کمک زایده های خودشون اون ماهی های کوچک و ریز خورده میتونه شکار کنه و چون گوشت خارم هسته میتونه از اونا به عنوان ماده غذایی خودشان چی کنه؟ مصرف بکنه خب اما بادرنگ دریایی ای بادرنگ دریایی شبیه یک خیار یا یک بادرنگ است یک چیز کوچک که من از ستاره دریایی فراموش کردم برمیگردیم مجددا ما برای شما شاگردای خوب بگم که این ستاره های دریایی یا ستاره های بحری در زیر بازوهای خودشان صدها پا دارند ما و شما فکر میکنیم همین بازوها سبب حرکت میشه این بازوها را اگر چپه یا برعکس کنیم می بینیم تا... که در قسمت زیرین اینا تعداد پاهای بسیار زیاد لوله مانند است خب این پاهای لوله مانند چه کار میکنه چگونه سبب حرکت میشه ما پای در پای تخته برای شما شاگردای خوب نشان میدم اگر این یک زایده یا پای یک شغ... ستاره بحری را ما و شما در نظر بگیریم حالی چهار بازو شد اما عموما پنج بازوه اینا فراوانتر است به زیر ای بازوها یک پاهای لوله مانند بسیار فراوان همه پا بازوها هر پنج بازو تعداد بسیار زیادی از این پاها را داره حالا یکی از این پاها را برای شما کلانتر میکشیم این پاها, پاها به صورت یک سر لوله های توخالی هست مانند نعل های آب که اینا ای آب به داخل میکشن این آب چه نقشی داره؟ این ستاره بحری یا ستاره دریایی در داخل بدن خودشان خون ندارن بلکه اینا از همی آب به جای خون استفاده میکنن خب این آب از درون ای پاهای لولمانن به داخل بازوهای ستاره دریایی وارد میشه و با حرکت ای لول پاهای لولمانن ای بازوها جابجا جا, جا میشه و بازوها حرکت میکنن و خودشان به عمو تومه یا ماده می میرسانن گاهی وقتا این ستاره های بحری یا ستاره های دریایی زمانی که یک بازوی اونها به یک جای گیر کنه مثلا یک جاندار بزرگتری دیگه این ستاره بحری را میخوره میخوایی به عنوان تومه مورد استفاده قرار بده این یک بازو به اصطلاح اینجا گیر کرده یا به دام افتاده ستاره بحری این بازوی خودش را رها میکنه این بازو را از اینجی رها میکنه پس قدرت ای را داره که این بازوی خود بکنه و رها کنه و جدا کنه خب این بازو جدا میشه به عنوان ماده غذایی در یک موجود شکارچی مصرف میشه اما حالا این ستاره دریایی ما و شما یا ستاره بری ما و شما که چهار بازو دارد چی میکنه مجددا قدرت از ای را داره که بازوی پنجمش که کنده شده را برای خودش دوباره بسازه که از طریق تقسیمات حجروی مجددا دوباره بازوی جدید ساخته میشه پس مناورین این بازوها بیشتر نقش دفاعی را داره به کمک او خارهایی که بر روی پوستش قرار داره اما در دا قسمت زیرش او پاهای لوله مانندش نقش حرکتی را داره که آب از محیط میگیره و زمانی که آب وارد میشه این لوله ها حالت باد کرده به خود میگیره و میتونه سبب جابجایی و حرکت این ستاره دریایی یا ستاره بهری شود خب بازم اگه مطالب بیشتری را دوست داشتید در رابطه با ستاره دریایی بدانید شالا خود شما مراجعه به کتاب های جانور شناسی داشته باشید و اینا را بخوانین و یاد بگیریم اما با یک بریم ببینیم بادرنگ دریایی دیگه چه موجودی است. <applause> همونطور که در تصویر می‌بینین این بادرنگ بحری یا بادرنگ دریایی ما و شما مانند یک خیار یا یک بادرنگ است میدانید که در کشور ما و شما در ولایت‌های مختلف نام‌های متفاوتی متفاوت داره بعضی جاها خیار و بعضی جاها همون خیار بادرنگ میگن این ظاهر این موجود ظاهر این جاندار غیر به دلیل از که شبیه یک بادرنگ یا خیار است به این بادرنگ بهری یا خیار دریایی هم میگه خب این دیگه چی موجودی هست؟ این یک موجودی هست که حرکت بسیار آهسته داره این هم یک سری پرز ها یا خارهایی را بر روی پوست خودش داره که به همه خاطر اون متعلق به فایلم خارپوستان یا ایکینو درماتا قرار داده و هم در قسمت زیر خودش پاهای بسیار خرد و ریزی داره که به وسیله ازی پاها این بادرنگ می آید و به روی گلسنگ ها می چسبد. خب گلسنگ به خاطر دارید که هم در سنف هفت یک اشاره شده و هم در امسال شما در های اول کتابتان گلسنگ کامل یاد گرفتید و آشنا شدید که اجتماع یا در واقع یک زندگی همزیستی بود ما بین الجی و فنجی ها که گفتیم ظاهرش شبیه به سنگی هست که بر روی از او نباتات رویده به همون خاطر به او گلسنگ گفته میشه باد رنگ ها به گلسنگ ها میچسبه و با حرکت گل گلسنگ ها مواد غذایی را که در خود گلسنگ هست و یا در آب هست و یا در اطراف هست اینا میگیره و عنوان ماده غذایی خودشان مصرف میکنه اما فراموش نکنید که فقط بر روی گلسنگ هایی که در کف دریاها و مخصوصا دریاهای شور و گرم هست مانند اقیانوس هند جای بسیار زیادی هست که ما با رنگ های متنوعی را در اونجی میبینیم اینها قدرت زندگی در آبهای شیرین نداره بیشتر تمایل داره در آبهای شور و گرم زندگی بکنه خب این موجودات هم یک موجودات شکفتنگیز دیگری دیگه هست از فایلم خارپوستان بیشتر به رنگ سبز دیده میشه اما رنگ های دیگری را هم در این باد رنگ ها ما و شما میبینیم این نقاطی را که شما میبینین به صورت نقاط سیاه سیاه و دانه های ریزی که بر روی پوست ای بادرنگ دریایی قرار داره محل همه خاره های ریزی هست که ماور خارپوستانی که میگیم به خاطر همو هست که وقتی یک موجود دیگه نزدیک میشه و ای بادرنگ بهری را به عنوان ماده قضایی مورد استفاده میخواد قرار بده به این خارها سبب میشه که این بادرنگ نجات پیدا کنه خب شاگردهای خوب رسیدیم به پایان درس امروز ان که از فایلم خارپوستانم چیزای زیاد جالب و شنیدنی را یاد گرفته باشید خب حیوانات غیر فقاریه اینجا به پایان میرسه ان که در جلسه بعدی ما و شما حیوانات فقاریه را شروع کنیم درس تان خوب خوب بخوانید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان می سپارم خدایا رو نگهدار شما